أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين. حضرت بعد از اون که شرایط پذیرفتن خلافت رو مطرح فرمودند و فرمودند که شدت رجوع به حضرت طوری بود که حتی ردای ایشون پاره شد و میخوان بفرمان که شتاب رجوع به حضرت یک شتاب غیر عادی بوده است. و بعدم فرمودن که کربیزت القنم، اینا مجتمعین حالی به اطراف من مجتمع شدن مثل گوسفندای سرگردان. تأکید حضرت شاید از این جهت باشه که اینا گمگشته‌ای داشتند، به شتاب به طرف من آمدند که گمگشتشون رو من دیدم. بعدم حضرت فرمودند که خب منم، حالا بعد آخر خطبه می فرمان که منم مسئولیت احساس کردم و پذیرفتم. بعدم می فرمان که خب سه گروه مقابله کردن با حکومت من که بحثش تا حد اون جلسه شد. اون چه که روش یه خورده فکر کنیم که خب اینا با این ازدحام آمدند، با همین ازدحام هم ماندن. یعنی چطور شد که بعد بالاخره یا نماندن یا اونام که ماندند خوب نماندند؟ سه گروه روبروی حضرت واستادن. خب این سه گروه عده و عدهشون از کجا آوردن؟ جنگ جمل رو بالاخره اینا آدماش از کجا آوردن؟ جنگ صفین رو میگیم که حالا شامیا گل معاویه را خوردن، خوارج کجا بودن؟ میگه اینا جز در همان طبقه و گروهی بودن که به حضرت رجوع کردن. مردم ها میگم، حالا طلحه و زبیر اون گوشه واسطه بودن، ناظر جریان بودن، ازدحام شاید به طرف حضرت نکردن. آیا این تجربه خوبی نیست برای ما که تا مردم فهم امام نداشته باشن غیبت به ظهور تبدیل نمیشه؟ روایت اینن همین هم که از امام پرسن که چرا غیبت امام زمان سلام الله علیه و علی آبائه طول میکشه؟ میگن برای اینکه مردم نمیفهمندش، متواتر یعنی روایت های کثیره ای رو به شکل های مختلف گفتن. بعد می فرمان که به مجرد اینکه مردم امام رو بفهمن امام ظهور میکنه. ما تجربه شده در مورد امیرالمومنین چه داریم؟ شما حساب کنین امام را گذاشتن کنار، سه خلیفه اومد، مردم به این نتیجه خوب رسیدن که آخرش
خلیفه اول حاصلش خلیفه سومه. در خلیفه اول چه خیلی چیز پیدا نبود. بعد با این ازدحام اومدن. اینجاست که سوالی که بارها عزیزان دارن که چرا حضرت تو این عرصه فرمود که برید به یکی دیگه رجوع کنید، منو وزیری بگذارید. وزیر یعنی با من مشاوره بکنید، اما برنامه رو به کس دیگه بدید. تو این شرایطه که نه، مگه میشه امام المسلمین مسلمین رو تنها بذارن؟ اون که نمیشه. معلومه که این ازدحام ازدحام از سر بصیرت نیست، از لج عثمان است، از لج بنی امیه است. کسی دیگه جز امیرالمومنین به ذهنشون نرسیده. یعنی به عنوان کسی که طرح است، نه کسی که منحصر است. خیلی فکر باید کرد. یه بحثی داریم در بحث ولایت فقیه که بحث خیلی فنی، که آیا خدا ما را در زمان غیبت رها کرده است که خودمون یه فقیه از بین فقها انتخاب کنیم؟ یه نظرش، یه نظر اینه که نه، خدا در زمان غیبت یک فقیه می پروراند، ما باید بریم از طریق بزرگان قوم و خبرگان کشف کنیم، و چون می پروراند پس باید تلاش لازم را برای کشفش بکنیم. این نگاه های اینجوری، خب این نگاه دوم نگاه خیلی عالمانه است، روش فکر کرده است اون بزرگی که این نظریه را میده، که میگه بحث پروراندن فقیهی است که بتونه ولایت مسلمین رو به دست بگیره. خب اینجا مردم کمن که فکر کنن، تو اون شرایط دارم میگم، که خدا ولایت را منحصر در امیرالمومنین کرده است، باید بریم دامن حضرت بگیریم. اینجوری نبود رجوع به حضرت در بسیاری افراد. این که خوب، این خوبه، این خوبه، غیر اینه که این حقه. حق اگه شد غیر این باطله. خوب اگه شد، این نشد یه خوب دیگه. حالا امیرالمومنین نمیپذیرفتن، خیلی سخت میگرفتن، بسیار حالا به فرمایش خودشون میشد شانه خالی کنن، ایشون میفرمان نشد. خب اگه میشد شونه خالی میکردن، میرفتن به طلحه و زبیر رجوع میکردن. این فرهنگ قنم ربیزه تعبیر جالبیه. جمله را یه بار دیگه میخونم. میفرمان که خلاصه همچی دوره من جمع شدن که اون که گفتن مجتمعین حالی که ربیزت الغنم، دور من جمع شدن مثل گوسفندای سرگردان. این گوسفندای سرگردان دنبال یک کسی هن که اینا را جمعشون کنه. این غیر کسی است که دنبال مطلوبش میگردد، مطلوبش را پیدا کرده است. حالا این انشاءالله روش بعدن فکر کنیم. ما تا جهان اسلام و جهان بشری نرسد به این که به هر رهبری نمیتونه دست بده، به سعادته که خدا براش تعیین کرده نمیرسد. هنوز فرهنگ بشر به این نرسیده است که خداوند براش یه ولی گذاشته است، فقط باید به اون دست بدید. خب شاید بگون نمیرسه. نه میرسه. بالاخره چقدر وقت تجربه میکنن؟ یه بار عرض کردم، نمیدونم اینجا بود جای دیگه، ما تقریبا تمام حکومت هایی که
می شده تصور کنی ما در طول تاریخ تجربه کرد. از شاهنشاهی بگیرید و اریستوکراسی بگیرید و دموکراسی بگیرید و مشروطه بگیرید. دیگه تقریبا اگه التفات بفرمایید تو طرح‌های نظام‌های سیاسی الان طرح دیگه ای کسی نداده است. بسیار نهایی ترین طرح همین تئوری ولایت فقیه است که امروز تو دنیا سعی میکنن پنهانش کنن. اگه نه یه تئوری مهمیه. یعنی تو اصلا ما کاری به مسئله مذهبی بودن قضیه نداریم. یعنی تو هر مجمع دانشگاهی یکی از تئوری‌های حکومت را تئوری ولایت فقیه که پیشرفته همون اریستوکراسی است. اریستوکراسی یعنی حکومت خبرگان که بعد تبدیل شد متاسفانه در فرانسه و اینا به شاهزادگان، که شاهزاده بنا نبود که حکومت کنه، بنا بود نخبگان، همونه که در صدر اسلام با حضرت امیرالمومنین تحت عنوان شورای حل و عقد طرح شد. اهل سنت به اون تکیه میکنن، میگن سقیفه شورای اهل حل و عقد بود. اریستوکراسی میگه نه، اصلا یه مجمعی برنامه ریزی کنن، یه چیزی که با سنایی که مجلس سنا و غیر سنا، اون مجلس سنا به اصطلاح، یعنی اینا تقریبا تو دنیا همش تجربه شده است. خداشون هم میدونن که همش شکست خورده است. یعنی یک حکومتی از بنی امیه بگیرد بنی العباس تو اسلام شکست خورد، بدترین شکل شد. بنی امیه که دیدین چه شد، بنی العباس که بدتر از بنی امیه شد. واقعا ظلم و جنایت که بنی العباس کردن بیشتر از بنی امیه بود، چون ظاهر و صلاح بودن و از درون خیلی فاسد بودن. خب اونم که شما دیگه ظلمای المعتصم و بالله اینا رو که دیگه شنیده این دیگه تا حدی. خب من بیش از این نمیخوام رو این تأکید کنم که نمونه برخوردی که با امیرالمومنین کردن ما را میرسونه به این که اگر ملت ها نرسند به گمگشده ای که خدا براشون تعیین کرده است، اینها به امیرالمومنین هم رجوع کنند بعد خود امیرالمومنین رو میکشند. یه روایت خیلی قشنگی به امام فرمان، چرا به امام صادق ظاهرن هست که چرا حضرت غیبت میکنن، میفرمان که از ترس این که میدونن مردم میکشندشون. یعنی عینن همین هست که میکشندشون. وقت شاید بگون این کشتن که کشتنه مثل امیرالمومنین امام حسینی است که این ذخیره خداست، واجب است بر امام حفظ خودشون. اینجا یکی بگه خب میکشیم جانشین، میکشندمون جانشینمون میاد رو کار دیگه، این خبره نیست که. یه چیزایی سالا در جاش بحث میکنیم انشاءالله، اما من میخوام این نکته انشاءالله تو این بحث زنده بمونه. یکی از مسائل فکری که باید نسبت به حکومت آخر الزمان اهل البیت حل بشه و زیربنایی هم حل بشه همینه است که جمعیتی که برسند به یک نیاز حقیقی به نام ولایت معصوم و وسعتشون هم در حدی باشه که بتونن از این حکومت دفاع کنن نیازه است. حالا میگن 313 تا، به این معنا که این 313 تا که هر کدوماشون قدرتی، توانایی، وسعتی، جمعیتی باید زیر نظرشون باشه که بتونن فرهنگ جهان رو تصحیح کنند. نمونه امیرالمومنین که اومدن، یعنی واقعا مگه هم خوارج سینه چاکای امیرالمومنین بودن امیرالمومنین رو کشتن؟ معاویه که امیرالمومنین نکش، خوارج کشتن. آقا حالا اون بحث دومی است که بالاخره معاویه تحلیل داد یا نداد چه فرقی میکنه؟ بالاخره
این گروه به جای اینکه به امیرالمومنین رجوع کنن مقابل امیرالمومنین واستن، حالا به هر شکلی اصل قضیه گم نمیشه. ما دو تا مشکل در جامعهمون در سطح جهان داریم. یکی این که اصلا متوجه نیستیم معصومی هست، یه مصیبتی از این بالاتر که مثلا اهل سنت عموما معتقد نیستن معصومی هست، میگن میاد، خیلی مصیبه در واقع خلاص است. این بینش بینشی کسی که خیلی ضربه بزرگی به خودش میزنه، ادلشو در جای دیگه ما بحث میکنیم، بزرگان ما هم بحث کرد. نکته دوم، نرسیدیم که آقا بی‌معصوم هیچ کس رجحان ندارد. معلم میگردیم بگم حالا این نشد، این نمیشه، تا این ما همین است دیگه. این که روایت داریم خیلی روایت قشنگی، در جای دیگه بحث میکنم، بلدین همه دون بلد. از امام صادق علیه السلام پرسن که در زمان غیبت چه کار کنیم؟ امام صادق کجا، غیبت کجا، که یعنی بعد از دوازدهم امام که متولد شن اون غیبت چه کار کنیم؟ این دعایی که همه الحمدلله مستحضرین، اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک، را امام اینجا میگن بخونید. ببینید آخر دعا اینه دیگه، حالا اللهم عرفنی رسولک یا نبیک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک و ان لم تعرفنی حجتک زللتو عندی. یخته به این فکر، امام در زمان غیب، در زمان خودشون که حضور امام معصومه، میگن در زمان غیبت اگه اعتقاددون این شد سالمید، فاسد نیستید. اعتقاددون چی بشه؟ که خدایا حجت هست. شما ببینید تو این دعا دارین میگون که خدایا منا متوجه وجود مبارک حجت بکن، عرفنی حجتک، من بشناسم، که این بحث مفصلی میخواد. امیرالمومنین به عنوان حجت خدا نشناختند که نفعی نبردند و ضررم بسیار کردند. فرهنگ توده های سرگردان مانده از رهبری عثمان فرهنگی نیست که به عنوان حجت خدا به امیرالمومنین رجوع کرد. فرهنگ دلش هم این بود که تنهاشون گذاشتن. شما حتما میدونین عجیبه، حالا وقت دارم میگیرم، این کوفیا سینه چاکای امیرالمومنین بودن. اصلا چرا حضرت پای تختش نبردن کوفه؟ برای اینکه این سینه چاکها پاواستن، این لشگرگاه نخیله را شندن که بعد امام حسن ادام دارن بر ران امام حسن تو همینجا پاره کردن دیگه. لشگرگاه نخیله نزدیک کوفه است. بن حضرت تمام نیرو را تجهیز کرده بودن که حمله کنن، اگه کشته نمی شدن حضرت بنای حمله داشتن برای ادامه جنگ صفین. بعد حضرت میگن که یه کلمه، امشب کسی خونه نرید، چون میشدست بیان خونه و برن. صبح که روشن میشنه همه رفتن خونه. کیا؟ کوفیا. کوفیا کیان؟ سینه چاکای امیرالمومنین. چرا؟ حالا میفهمید من یه غیبت امام زمان یعنی چی؟ آقا دیگه امیرالمومنین چی کم داشته؟ حکمت نداشتن، شجاعت نداشتن، همه چیزهایی که یه کسی مطمئن باشد این مرد الهی میتوند ما را نجات بده داشتن، ولی مشکل نیست که مردم نرسیده بودن که با حجت خدا نجات پیدا میکنم. حالا رفتم که رفت، رفتم که این بیش از اینا بحث میخواد. من خودم اعتقادم اینه، اگر شما به این نتیجه رسیده باشید که خداوند در زمان غیبت می پروراند یک ولی فقیهی رو،
مردم به هر نحوی که خدا کمکشون میکنه کشف کنن، اگر مردم بگن رفت که رفت، نسبت به وفاداری و حفظش تمام وجودشون رو خرج نکنن، مصیبت های بزرگی نصیبشون میشه. یعنی یه چیز ساده ای نیست که آدم بگه که خب ما قسمتی از زندگیمونا صرف میکنیم. نه، اگر رسیدن به این که یه نحوه پروریده خداوند است در زمان غیبت، فقط با همه زندگیشون که خرج کنن حفظ میشن. خب بالاخره حضرت اون دیدید که اون بحثش حالا جداست. من تاکیدم بیش از این نیست که مردم باید برسند. حالا کار ما چیه در زمان غیبت؟ همین که مردم برسند به این شرایط، این که مردم برسند به این که یک حکومت اصیلی از طرف خدا توسط معصوم در متن این عالم نهفته است، که اینم باید بحث کنیم یعنی چی، و باید تلاش کنن این حکومت را بطلبند از خدا. دعا برای فرج خود فرج است از امام معصوم. دعا برای فرج خود فرج است، یعنی بطلبن از خدا که خدایا با این چی مردم حواسشون کجاست، هی با این برنامه ها و اینقدر انرژی صرف میکنن که مشکلاتشون رو حل کنن. خب یک صدم این انرژی صرف کنید، با تمام وجود از خدا بخواید فرج اون چیزی که در متن عالم به ذخیره گذاشته شده است برادون هست. همه حالام که هست، باز روایت ها که دارید میگن که پس چرا امام غایبن؟ میگن مردم نمیخواد، مردم دعا نمیکنن حاضر ظاهر بشن به این وجه. حالا اینجوریه، نمونش امیرالمومنین. ما خیلی باید خدا کمک میکنه هوشیار بشیم که آقا اماممون هست، نیازم بهش داریم، میخواییمشم و فقط هم با اون مسائلمون حل میشه. تمام شرایط این که اماممون را از طرف خدا ظاهر بشه برامون رو باید فراهم کنیم، وگرنه عکسش که فایده نداره. خیلی بحث خوبی هست تو روایات که مردم نمیخواد. وقت عجیبه، مردم نخوان چی میخوان؟ هر چی بخوان بی خود است، هر چی خواست. یعنی اگه مردم امامه معصومی که ذخیره عالم هستیست برای مدیریت شخصی و اجتماعیشون نخوان، هر چی بخوان دیگه بدبخت. دیگه چی میخوان؟ عکسش خوبه که بخوان. حالا خدا هنوز مصلحت نمیبیند، این نجات دهنده است. مفصلم مطلعن اتم عزیزان، هم روایت داریم هم تعقل به ما میگه. اینجاست که به پای حواسمون پرت نشید. امیرالمومنین حجت خوبی هست که اگر ما نرسیم به این که امام میخوان، امامم که بیان ما از اونا نیستیم که امام بخوان. واقعا اینجوری است، با یه تحلیل روشن فکری میریم به کارمون. حالا رو به رو امام وا نمیستیم، خب میگن نتطور انه مگه یه دی نیستن بیچارا، فکر کنن یه خیلی زرنگند و سیاست مدارند اینا، اگه مثلا مستقیمن واسن از انقلاب و ستونهای اصلی انقلاب دفاع کنه یا به پرستیژ سیاسیشون برمیخوره. حاشیه نشینم، خب بدبختن. خب حالا برای امامشون هم حاشیه نشین میشن. خیلی ها روبرو نمیان واسن، دفاع نمیکنه. خب اینا هیچی گیرشون نمیاد، اینا هم
هیچ از نور ولایت امام بهره نمیبرن. اینه که باید بخوایم بشناسیم، بخوایم ببینیم تنها راه همین است. هرچی شد چیزی دیگه نیست، چیزی دیگه نیست. اینه که در جایی مفصلتر عرض خواهم کرد که اگر برسید به این که هیچ کدوم این طرح‌ها که از صدر اسلام تا حالا دادن موفق نبوده است، خب میرسید هیچ کدوم هم که خدا نگفته بود، یعنی خدا نگفت که به بنی امیه رجوع کنید، خب کردن بدبخت شدن. خدا نگفت که به بنی العباس رجوع کنید، رجوع کردن بدبخت شدن. خدا گفت به امام زمانتون رجوع کنید، خب نکردن. حضرت هم که آوردن رو کار پشت حضرت و نسادن، یعنی خیلی سخت است، هم غم میگیره دش یه امام رو بیارن رو کار و واقعا پشت امام و نسادن. حضرت میگه بابا امشب خونتون نرید. به لشکریان، به من، به بقاله و نمیدونم مسگرم نبا، به لشکریان که باید نعل بنعل پشت فرمان امام بایستن، امام میفرماید امشب خونتون نرید. همهش میرن خوناش. خب این که نمیشه، که این خیلی حالا تعبیر نامردیه. آخه دیگه چی مونه؟ آخه یه حسابی، خب نزه ضرر کردن. خدا از اول فرموده پشت سر اماماتون واسه. مردم اگه رسیدن به این که این قدوان استادن، به این روز افتادن، دیگه انشاءالله برایند تجربه های طولانی تاریخشون این میشه که دیگه امام زمانشون رو محکم میگیرن. من همینه تأکیدم حالا تا اینجا که ببینید ما در جلساتمون بشینیم مسئله رو روشن کنیم. یک چیزی که دلم میخواد در ماه شعبان و 15 ماه شعبان حل بشه این مسئله غیبت و مسئله ولایت امام مهدی صلوات الله و سلام. البته این بچه خیلی مختصر اجتماعیش است، بنا به این خطبه اصلش رو انشاءالله اگه خدا بهمون کرم بکنه روز شنبه بحث میکنیم که چی بشه. اینجا بود که حضرت فرمودن تازه سه گروه هم اومدن روبروی ما واستادند. حالا کوفی ها اونجور کردن که کرد، مدنی ها که بدتر، بز میخوام بدتر نه، اونا هم که احسن مدینه انگار که از بینی فیل افتاده است، اصلا کاری به امام ندارن. مکه اونجور که تو بحثای کربلا بحث. اینجا بود که حضرت فرمودن سه گروه اومدن روبرو من واستادن. یکی کیا؟ یکی نکس طائفتون، ناکسین با سه نقطه، یعنی مثل طلحه و زبیر و این حرف که بعد. یه عده‌ای هم که مارقین بودن، مرقت، اینام که خیلی آدم ها عجیبی بودن که من عرض کردم اون جلسه یه مثال هایی زدم، بازم جای مثال داد. آقا خدا میدونه تو جامعه دون حسن این مارقین ها باید بشناسین. مارقین بقالا مسگر نیستن، مارقین تئوریسین های جامعه گاهی هستن، یعنی تو لباس روحانیت هند و خطرناک. ببینین مارقین صحابه پیامبر بودن که میتونستن، مارقین که پیشونیشون پینه کرده بود خطرناکن. یکی گوشه یه دهی بگه که ما آقا از امیرالمومنین تندتر میریم، اون که خطر نده و نبود هم چیزی. مارق شما بیاین اگه متون اصلی دین را نشناسی، یعنی محکمات متشابهات میبرده تو، اگر شخصیت های محکم دینی را نشناسین متشابهات میبنده. آخونده محکم داریم، آخونده متشابه، آیه محکم داریم، آیه متشابه. آیه متشابه را نمیشه دورش چرخید، آیه محکم را باید دورش چرخید.
وگرنه متشابه گولت میزنه. آیه میگه که اونایی که مریضن میرن دنبال متشابهات، فی قلوبهم زیقون. شما بین خدا خدا متشابه ببخشید محکمی مثل امام رحمت الله علیه نداری؟ فردای قیامت حجت تمام تمام نیست برای یه عده‌ای که راه افتادن این ور اون ور یه چیزایی میگن. خب اینا بیچاره شدن، اینا با تند رویاشون اینا واقعا جلو زدن از محکمات اجتماعی. ما آدمای خیلی محکمی داریم که هیچ دلیلی بر نقصشون نداری، حداقل میتونی شک کنی بهش. خب کدوم ما وظیفمون از اسب بگیریم؟ کدوم روحانی یا اسب؟ امام، رهبری، آیت الله طباطبایی، آیت الله جوادی، حالا ما که نمیخوایم ریزترم خودتون میشه، اینا کجا حجتشون یه ذره خدشه برمیداره؟ آقای مطهری اینا خیلی روشنه. خب معلومه پس اگه ما یه جوری زندگی کنیم که از اینا یه کمی فاصله بگیریم و به همون اندازه به کسایی که متشابهن نزدیک بشیم خلاصیم. خب مارقین که معلوم نبود بیچارا مارقین هست یخته فکر کنیم یه حرف از این حسابی تر انگار اون جلسه عرض کردم تو اون مسجد بابا اینا گفتن ما میخوایم روزه باشیم، بعد پیغمبر گفتن ما خواهیم روزمون رو بخوریم، اینا گفتن ما خواهیم روزه باشیم، کجاش بعد است آقا؟ بیچاره میخواستن خیلی مؤمن باشن. اینجوریه، یعنی خیلی سخته شناختن اینا. آقا حضرت رسیدن میخواد افطار کنن بیرون شهر حد ترخص، اینا گفتن نه ما خواهیم روزه باشیم. باریکلا خیلی خوبید، خیلی خوبید، یه مرض پیدا شد بابا. ملاک پیامبر خدا، آقا دیگه این آیه صریح‌تر آیه‌ای که پیامبر خدا ملاک است. ولکم فی رسول الله اسوه، کم که نده. این چه فرهنگی؟ اینا شما نمی‌بینی که یه عده‌ای هستن که با اسوه‌های مسلم و آیه‌های محکم بیین فاصله دارن؟ من بگم ما سر مسلمونا می‌ترسن، سر همین بچه مسلمان، همین که خدا دونم که اینجا نشسته، که گاهی محکم ها رو یادتون میره. همین که محکم یاده، شیطون که به این آقا میگه که نه عزیزم روزه بگی، پیغمبر خستن تیره مردن حالش ندن، تو که جوانی یه چیزی میسازه دیگه، ولی خلاصی با همین چیزا خلاصی. بابا محکم داری عکسش، همه اینا رو روایت داریم که در عکسش میفرمان اگه اینجا به احتیاط عمل کنی که بگوی که چی؟ بگوی حالا حداقل من اگه به پیامبر عمل کنم روز قیامت حجت دارم، میگم خدای پیغمبرت که. اینقدر قشنگ است گاهی این روایت ها، به خصوص این فرمایشات امام سجاد در این دعای مکارم. این دعای مکارمون اخلاق و اگه عزیزان کار کنن اصلا نجات میده آدم ها. واقعا آدم ها نجات از همین فتنه ها. یعنی قشنگ امام میفرمان اینجا این طرفشه بگی، اینجا اون که مثلا برات غیبت میکنه تو غیبت چه نکن، خیرشه بگو. اینا رو آدم فکر کنه یه خود دستور اخلاقی است، نه آقا، روش نجات از فتنه های همه زمان هاست. من شایدن توصیه میکنم با اینکه خدا به ما توفیق داد وقت گذاشتیم بحث کردیم، عزیزان هم خود دعا رو نگاه کنن، هم شرح های خیلی خوبی داره، هم خدا رحمت کنه جناب آقای فلسفی را شرح دادن، هم بهتر از اون عربی شرح دادن، هم بحثای خود ما هست. این از این زاویه، چون دوستان گاه به هر صورت مارقین شناختشون فقط با امیرالمومنین ممکن است. این که حضرت میفرمان، شما این جمله را حتما شنیدین، حضرت میفرمان غیر من هیچ کس نمیتونست اینا را هم برخورد باشون بکنه و بعد از منم این کارو نکنید. یعنی چرا بعد از من؟ چون بعد از من دیگه اصلا مشکل میشه، جبهه ای نیست، چون هم امام حسنه که نگذاشتن. بعد دیگه معاویه به اسم اینکه مارقینا بکنه خودشو گنده میکنه. اینه که این سوالم برای میشه که چرا حضرت فرمان بعد از من دیگه کاری نداشته باشیم به اینا.
کاملا خود حضرت حجت شدن که مقابلشون حتی این قرآن خونای مقدس رو باید نشون داد به مردم جهان. دیگه ملاک شد، فایده هم نداره دیگه. ما خوارج اون اله هستن در الجزایر اینا یه دهی بی خود دارن دست و پا میزنن. اصلا ما کاری بحث در این است که آقا نمیدونم امیرالمومنین را خوارج نکشتند اینا، باشه همه اینا بالاخره روبرو امیرالمومنین واصلند یا نه، همین کافیه. این فرهنگ دینی، این نماز شب خونی، این پینه کردن پیشانی که روبروی امیرالمومنین واسطه است، این منحرف است. ببینید خیلی سخت است فهمیدن انحراف. برای همین هم دوباره تأکیدم اینه، فقط با امیرالمومنین میشه خوارج فهمید، یعنی با روح امامت میشه خوارج فهمید، وگرنه نمیشه. شما تو جامعه خودتون ببینید، بعضی ها مقید به ولایت، ظرایف ولایت، صفا و عبودیت ولایت نیستن. یک روح استدلالی خشن با صد تا دلیل ولی نداشتن ظرایف. خیلی سخته، زیاد نمونه میشه اوورد. حالا تو زندگی رو هی ببینی، این که عرض میکنم بعضی ها همه حرفاشون درسته، همه دلایلشون هم درسته است، اما راهشون غلطه است. نه آدم شارش کرد، یعنی این سخته که آدم نه تمام اینا که میگه به ظاهر درست. مگه خوارج چی میگفتن؟ بودن ببینید ظاهره استدلال زشته، که یا علی اگه باطل بود حکمیت چرا پذیرفتی، اگه حق بود پس چرا اینت چرا داد، تو که امامی، تو که باید میفهمیدی، اگه باطل بود چرا پذیرفتی، پس باطل پذیرفتی، اگه حقش پس چرا اینجور شد، که همین نهج البلاغه که هست. نه حضرت فهم تو اون شرایط هیچ راهی جز این نبود، همین حق بود، حالا هم همین حقه که ما مخالفت کنیم. این خیلی سخته. یعنی چه دوتا حقه؟ این ذهنه رو ببینی، خیلی ذهن میخواد که آدم بتونه یه چیزی لطیفتر از اون حرفا یا تعبیر دوگمه به کار بریم. خب این حرفا یه سای دوگمه خشه نیست، نه میشه بگم که خب آره تو اون شرایط شما دیوونه ها اینجور دارین تأکید میکنی، بعدم که میگن ابن عباس بگو نه، بعد که خودش یعنی بحث ابو موسی اشعری میشه، امام نه هیچ راهی جز این نیست، خب باشد همین عمل کنی. حالا اگه همین عمل که این نتیجهش هم فهمیدین که بده است، بعد اگه حرف امیرالمومنین شنیده بودید که خب طور نبود به جهنم نمیرفتین، به حضرت هم که اطمینان میکنین، خود حضرت هم که میگن بیاید حالا این که من میگم عمل کنین، همه این نتایج که از دستتون رفته است میگیرید. نمیکنم. خوارج شناسی یک روحیه خاص میخواد و خیلی هم سخته است. من فقط میتونم بگم سخته. بیشتر هم همین که عرض کردم، باید با یه لطافتی با دین نزدیک شد، با اون خشونت و مرغی پادارد و اینا اگه نزدیک به دین شدیم سرمون به خطر است. ما با این روحیه به جایی نمیرسیم که در جاش. بالاخره ترش هم همین است، به فرهنگ اهل البیت باید نزدیک شد، یه چیزی ظریف‌تر از. ببینید معتزله به چی نزدیک شدن؟ معتزله به فیلسوفای یونان نزدیک شدن. همه اینا که فیلسوفای یونان میگفتن تو فرهنگ اهل البیت بود، ولی با یه لطافتی، با یه صفایی به این باید نزدیک میشدن. ما اگه بتونیم به این فرهنگ اهل البیت به واقع نزدیک بشیم، نه اینکه حرفا خودمون رو تو حلق فرمایشات حضرت بکنیم، نه خودمون رو در اختیار فرمایشات ائمه بگذاریم، فکر کنم هم از قرآن بهره خواهیم گرفت، هم از عقل خودمون، هم از روایت. وگرنه عکسش نه، بنده کسایی رو میبینم روایت هم میخونن ولی روایی با روایت برخورد نمیکنه، هنوز اون لجبازی فکری یا مرقی پادره دارد. اینا حالا چه روحانی باشن چه استاد دانشگاه باشن فرق نمی کنه، اینا در صحنه های خطر جبهه مارقین بیشتر می بردشون تا جبهه امیرالمومنین.
بعدم حضرت فرمودن قصد آخر و یه عده‌ام آقا به کل اومدن و با اشرافیت اقتصادی مقابله با من کردن. شما رو این قضیه سوم، با اینکه من نمیدونم چقدر رو اینا بمونی، میترسم هم شما خسته بشید، رو این قضیه پدیده معاویه خیلی وقت بگذارید. پدیده معاویه پدیده تحریک نفسانیت افراد داخل نظام اسلامی است که دل در گرو ثروتمند شدن دارن. تمام فرهنگ ثروت‌های بادآورده فرهنگ معاویه است و خشن‌ترین و خطرناک‌ترین تیری است که به طرف انقلاب می‌خوره. حدیده فرهنگ معاویه از یخت اول معاویه رو خوب وقت بذارید. شما تعجب نمی‌کنید معاویه در شام است، تمام کشور امیرالمومنین را دقه به دقه جا به جا تهدید میکنید. القارات کتابی از عرض کردم که قارت های فرمانده های معاویه است در کشور امیرالمومنین، نه در شام. معاویه اراده میکنه مدینه را قارت کنه، میکنه اراده، هر جا خاص نیرو داره. این چرا؟ این چه پدیده ایه؟ پدیده استفاده کردن از پتانسیل درونیست. شما جنگ صفین را یه نمونه از این پدیده ببینید. شما ببینید جنگ صفین و بعدش از جنگ صفین بعدم جنگ حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، ببینید معاویه از چه پدیده استفاده میکنه. میاد سردار امیرالمومنین را یه چیز درش میبینه، یا سردار امام حسن را، که این دوست داره پولدار بشه، دوست داره اشرافی بشه، همین رو همین دست میذاره، پول براش میفرسته، میگه ترک کن باقیش هم بعد بهت میدم. بعدم میدونی که یه کاری میکنه، اصلا فضای جامعه رو طوری کرده بودن که ثروتدارهایی که ثروت بادآورده دارن در امنیتند. یعنی اینجور نبود که اشعث ابن قیس کندی که حالا پول از معاویه میگرد بعد فرار کنه بره شام، بعد برمیگشت کوفه و بعدم زندگی میکرد، بقیه هم تو. حالا این نمونه یه جنگ صفین و جنگ بعدی یه نمونه است که شما یه پدیده رو بشناسین. پدیده معاویه پدیده‌ای است که در دل هر نظام معنوی اگه پیدا شد بسیار کار ازش میاد، یعنی کار ازش میاد، یعنی میتونه تحرک داشته باشه. حالا نمونه، حالا شما خودتون رو امتحان کنید ببینید که میان اینجوری برخورد میکنن که آقا شما این زمینه بگیر، چیزی نیست، ما هم از طرح درش میاریم، طرح فرح زمینه برو بخر، زمینه میخری چیه ساقا؟ نه فقط میشه طرح فرهنگی کرد یا ورزشگاه کرد یا مدرسه، نه شما برو بخر. خب زمینی که طرح فرهنگی است متری چند بشمونه؟ متر 5000 تومن هم با صاحبش برده است، میخریم. بعد یه ناراحت نباش، ما از هنچه که خریدی از طرح در میارن برات، 5 تومن میشه چی؟ 60,000 تومن. هیچ کاری هم نشد، ناراحت نباش، شما فقط تو این جریان یه خورده کوتاه بیا، کوتاه هم نیا، تو یه جریانی برای ما تبلیغ کن. شما بعد یارو 3 تا زمین اینجوری با هم بازی میکنن، یک برج رفت بالا، بعد هم هیچی نشد، کیا میخوای بگیری؟ نمیتونی کسی رو بگیری، کسی نیست. خب حالا رو کی میان سرمایه گذاری؟ کسی که میخواد پول دار بشه. این که دیدید اول انقلاب این طرح نمیگرفت برای اینکه کسی نمیخواست پول دار بشه، همه میخواستن مؤمن بشن.
تازه اگه یکی پول دار بود خجالت می‌کشید، میره پولاشو قایم می‌کرد خونه جم سا. یکی از آقایون میگفت حقیقتش ما یه خونه خریده بودیم، از همین ناک بعدش هم نیمد که اینجوری باشه. گفت ما یه خونه خریدیم بعد از این چیز گچبری تاقش داشت. اوایل انقلاب به عیالم گفتن یه پلاستیک روش بگی که یه دمی خونمون آبرومون نره. یعنی این فرهنگ فقط توش معاویه نمیمونه. پدیده رشد معاویه شرطش اینه که شما تجملات براتون زیبا باشه، خوب باشه، پذیرفتنی باشه. دیگه معاویه میاد، دیگه معاویه که اومد امیرالمومنین حتما شکست میخوره. یعنی قاصد یه فرهنگ، یه شخص که نیست. که قاصد یعنی چه؟ یعنی آقا عدالت یعنی چه؟ ثروت. خود دقت کنی، ما اگه فرهنگ ما شد که ثروت خوبه. اول انقلاب یادم است که مثلا اگه میرفتیم یه جایی، یاد شهید بهشتی بخیر خدا رحمتشون کن، ما رو دعوت کرده بودن در تهران، بعد ناهار که شد، نمازه که خوندیم، گفتن آقا دیدیم یه سبد بزرگ گذاشتن سبز خوردن. سبز خوردن آزاد بود، نصف نونه ای تهران و یه قالب کوچولو پنیر، این ناهار بود. هیچ کس هم به ابروش خشم نمیمد و هیچ طور نبود. رفتیم خوردیم. بعدم که اومدیم بیان برای کار تبلیغ بود، ده تا هزاری خوب بود، یعنی پولی بود که بعد از 4-5 سال ما 5 تومنش هنوز داشتیم که وقتی من میخواستم بیام از اون منطقه دادم به اون آقایون اومدن. یعنی با 5 تومن کلی مشتیگیری هم کرده بودیم چند سال. خب ببینید این فرهنگ، تا این فرهنگ بود میدیدید که خیلی ها من میشناختم، همون آقایی که من ازش پول گرفتم بعدن اینقدر آدمی بعدی شد، اما تو اون فرهنگ یه آدمی خوبی هم بود. یادم است همین آقای بوجنوردی که زمان استاندار اصفهان بودن، گفتن من به شهید بهشتی عرض کردم که بابا آخه منو با فلانی چطور یه جنگ گرداشتی؟ من چپ چپ، اون راست راست، هممون یه جنگ. بعدش خودش میگفت تا نور شهید بهشتی بود ما دوتا بودیم، با بهشتی هم بودیم، هیچ کدوممون هم با هم دعوا نداشتیم. ببینید در یه که امام فرمودن بهشتی ملت بود، کسی نفهمید امام چی میگه. یعنی کسی، منظورم فرهنگ جامعه ما، نفهمید بهشتی یعنی چی. این تا حل بشه که ما فرهنگمون علوی بشه خوب کار میبرد، ولی تا علوی نشد معاویه میبرد شما را. امروز شما ساده نگین زندگی شما را معاویه فرهنگی بازی میده. شما الان میخوای زن بگیری نمیتونی، میخوای خونه بخری نمیتونی. شما از خودتون پرسیدین از کی یوهو مسئله خونه اینجور شد؟ من در جریانم، فقط با فرهنگ معاویه وزارت کشور و شهرداری. شما بعد عصبانی هم میشین که مثلا ما نمیدونم من کس که آقا چرا تو اینقدر عصبانی مثلا نسبت به وزارت کشور؟ فکر کنم من با این چاره، با این کارمند شهرداری یا با این فرمانداری دعوا بس. آخه من با اینا نه. آقا یه فرهنگی که مسخره میکرد، همین آقا که گفتم پلاستیک کشته بود، این فرمانداری کرد جواب بود که بعد مسخره میکرد، میگم مثلا ما اول انقلاب به زنمون گفتیم آقا اینا پلاستیک بکش. یعنی یه فرهنگی رو رشد کرد، این که من میگم مال خیلی وقت سا، یعنی همون اوایل رشد این فرهنگ معاویه‌ای در دله. این آقا فرماندار یه جا بود مسخره میکرد که آقا ما گچبریه رو قایم میکردیم، این کارا چی بوده اینا. و مثلا این فرهنگ شهید بهشتی که آقا خب زور است که باشد نون پنیر سبز خوردنم، چون ما همینیم دیگه، ما اینجوری میتونیم زندگی کنیم. این فرهنگ هی زیر سوال رفت که الانه اصلا شما خجالت میکشی اگه این کارو بخوای بکنی. برای همینم تا این فرهنگ به شدت برنگردد، خبر از ظهور حضرتی که نجات دهنده ماست نیست. آقا این حد اقلیه. یعنی ما از امام همش روایت است، از امام میگن نباید شما واقعا امید داشته باشید، عذر میخوام، بمونید، پایمردی کنید، صبر کنید، محکم باشین در این فرهنگ اهل البیت. فرهنگ اهل البیت سادگی است،
سادگی. سادگی غیر بخلصا، بخلا هیچ امامی نمیپسند. منظور که قاصد یعنی کسی که آقا خوشش میاد پولدار باشد، خوشش میاد که به قیمت بی عدالتی پولدار باشد. این تعبیر دوم هم درست تره با قاصد. یعنی عدالت ارزش نیست، اشرافیت ارزش است. معاویه دید که در دل نظام اسلامی امیرالمومنین یه عده هستن که اینجوری هستن، اومد روی اینا دست گذاشت و اینا شکست دادن فرهنگ امیرالمومنین. و امیرالمومنین شکست نخوردن خودشون و یارانشون چون بازی این جریان نشدن. این که ببینید معاویه نتونست امیرالمومنین از پا در بیاره، ولی یه عده از افرادی که مدعی طرفدار از امیرالمومنین بودن از پا در اومدن، چون این فرهنگ علوی رو ازش فاصله گرفتن. شما من این خطر براتون هست، منم هست. شما هی سوال میکنید که آقا چطوری یارو جبهه‌ای بوده، حزب الله بوده، حالا اینقدر خراب شد؟ آقا فرهنگ علوی رو نپسندید. یکی از یادم است میگه آقا این دیگه صوفیگری بسه است. خب صوفیگری همیشه بسه است، اما علویگری چی؟ صوفیگری قبوله، ما هم بعدمون میاد، همه باید بعدشون بیا. اما بالاخره اون فرهنگ امیرالمومنین که در هر زمانی باید زنده باشد، اگه این نباشد شما روبروی امیرالمومنین وامیستن هم نباستدن. بله قصدتون کردم روی این قضیه، ولی حرفم تمام نیست. یعنی اینکه زاویه های مسئله را ما بتونیم پیدا کنیم، خدا میدونه ما شکست میخوریم اگه ما بر نگردیم به یک زندگی که عدالت برای شیرین تر از پولداریست. ما به جایی نمیرسیم. ما معاویه بعد میگه همه حضرت میفرمان جلو گشاد شکم گنده بردون حکومت خواهد کرد بعد از من، بکشیدش نمیکشیدش. منظور معاویه است. خب حتما اینجوری است. اگه کسی میل به پولداری براش غلبه داشته باشه تا میل به عدالت، این اینقدر که نزدیک میشه به دشمنان انقلاب اسلامی، به انقلاب اسلامی نزدیک میشه. نه که میره به یارو میگه چی، میگه آقا ببخشید ما شما را تو لانه جاسوسی مدتی گرفتیم، عذر میخوام. یعنی از اونم عذرم میخواد. چرا؟ چون ببینید بگردین چی تو شد که به اینجا این رسید. این که خودش از کسایی بود که اومد لانه جاسوسی را فتح کرد. اول اعتقادش این بود که آمریکا ضد عدالت است، حالا هم اعتقادش اینه که آمریکا ضد عدالت است، ولی میگه حالا عدالت نباشه که نباشه پولدار باشی. این که گله باید کرد به دولت قبلی که شما اومدید و گفت، جملهشون این بود که مانور تجمل، این لغت مانور تجمل، مانور تجمل درست. این همه روایت حالا من براتون میخونم عکس این. میفرماید اگر کسی علاقمند به تجمل شد، همچنان که از آب گیاه می روید از قلبش نفاق می روید. نفاق یعنی چه؟ یعنی وفادار نبودن به ارزش ها. اینا میگن نفاق دیگه، نفاق شاخاتم نداره که. خب به ارزش ها وفادار نیست، سینه انقلاب، میگن سنگ انقلاب هم به سینه میزنه. این روحیه‌ای که سادگی و بندگی رو ارزش ندانست، در دلش عنصر معاویه رشد می‌کند، احترام به رهبری می‌گذارد، ولی فرهنگش فرهنگ ثروت‌های بادآورده است. خب میشه معاویه؟ معاویه رو نشناسیم همه چیزمون از دست میدیم. هنوزم باید ما بشناسیم، مردممون هم باید آگاه کنیم. مردم ما هنوز شدیداً وفادار به امیرالمومنین و واقعاً امیرالمومنین نمیخواند. خب اما نمیدونن معاویه و خوارج و اون یکی ناکسین اینا کیند. خب نمیدونن. هر فرهنگ دینی تحت فشار این ستا
ضربه هست، ما باید اینا رو بشناسیم. بنده هم همزمان کنم چقدر جوانایی ما را خوارج این انقلاب دارن میدوزند. مذهبیست میاد با منده صحبت کنم، واه تا دیروز به این خوبی مذهبی متدین، حالا خارجیست، خارجیست، حالا چه در لباس طلبه چه در لباس دانشجو، فکر فکر خارج، فکر فکر معاویه است، فکر فکر طلحه و زبیری است. اینا باید روشن بشه. حضرت غزل که اینا را گفتن میخوام بگن که بدونید که این سه تا خطر برای ما هست. بعد حضرت میفرمان که ریشه همه اینها اینه که اینا اصلا مسئولیت را تحلیل نمیتونن درست بکنن. من باب بحث وا میکنم، بحث میمونه برای بعد، فقط آیه را بخونیم. میفرمان که انهم لم یسمعوا کلام الله حیث و یقول تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا و العاقبه للمتقین. میفرمان که انگار اینا اصلا یادشون رفته است که بابا قرآن اومده میگه آقا این زمین مال کسایی است که نمیخوان مهم باشن و نباید فساد کنن. برگردن به اون ستا. میفرمان که اینا قرآن یادشون رفت، تلکه دار الاخره، این دار آخرت به کیا میدیم؟ قرار دادیم برای کسانی که للذین لا یریدون علوا فی الارض، اینا برنامه شو اینست که رو زمین نباید مهم باشم. ترز کردم حالا بحثشو بعد میکنیم که میفرمان تمام این مشکلات در یه چیزیست که این سه گروه بدبخت برنامه خود بزرگ کردن در زندگیشون هست. همه حالا عزیز از من میپرسن که مثلا چه کار کنیم که موفق باشیم. گفتم اولین شرطش اینست که ما اگه بخواهم موفق باشیم بنا نداید داشته باشیم که مهم باشیم، ما باید بنده باشیم. موفقیت به چیه؟ یعنی خیلی کار میبره تو همین نکتهش که آقا موفقیت به چیه؟ یعنی انده مثلا کی موفقه؟ حاجی بنده هست. یعنی اون پیرمرد اون گوشه خونه شون توی مسجدی میاد صبح زور و از نمازش میخونه میره، اون موفق نیست. چرا موفق نیست؟ موفقیت معناش به کجا باید برگرده؟ امام رحمت الله علیه موفق است برای اینکه بنده است. حالا خدا خواسته است رهبر باشه که نباید رد کنه. اون آقا هم نخواسته خدا رهبر باشه، قصدش نمیخوره. نسالو کما ندعو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البيت، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان قرار بده. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا قلب امام زمانمان، اماممان، قائدمان را از ما راضی و خوشنود بگرد. الهی پروردگارا این جلسات به عنوان بندگی خودت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست در این ملت، خدایا برای ما پایدار و مبارکش بدار. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.